اصلا اینقدر رهبری معظم تاکید میکنن وحدت و انسجام ملی، جذب حد اکثری، اینا پیش نیاز داره. پیش نیاز اینه که اولا بتونیم با هم حرف بزنیم. اگر شما نشستید حرف زدید صد جور مورد اتهام، فرق نمیکنه چه از این وریا چه از اون وریا، فرق نمیکنه، مورد اتهام واقع شدید، بدونید که بالاخره این اشکال کاره. باید شجاعت داشت، باید نترسید، باید خط قرمزای مهمی رو عبور کرد ازش. بابا اخیراً رهبری فرمودن که شما با آمریکاش میخواد برید مذاکره کنید، خب مذاکره داخلی کنید. اینو با آقای روحانی گفتن، حتما مصداق بارزش آقای روحانیه. اما فقط آقای روحانیه؟ والله فقط آقای روحانی نیست، زرقامی هم هست. اگه زرقامی بگه اینو فقط با آقای روحانی گفته رهبری، زرقامی نه، زرقامی شأنش عجل از این که با کسی مذاکره کنه گفتگو کنه. حتما اشتباه کردم. من توی این مدت تا اونجوری که تونستم این کارو کردم. بقیه هم ببینید وقتی کسی گفتگو میکنه چند تا خاصیت داره. اولا یه مقدار کینه ها از بین میره. به این وقتی آدم دو نفری میشینن، میگن، میخندن، یه چایی با هم میخورن، زهر گرفته میشه. من اسمشو گذاشتم زهرگیری. زهر یه سری رفتارا گرفته میشه. دیگه فوش خار مادر به هم نمیدن توی رسانه‌ها. میگن بابا دیروز یه چایی خوردیم، یه خورده آبرودری کنیم، بذاریم 6 ماه دیگه. این که به شما میگم هستا، این یک، این حداقلشه. دوم، وقتی طرف شروع میکنه راجع به یه پدیده یه واحد که شما حرف میزنی اونم حرف میزنه، قرائتشو که میگه تعدیل میکنه شما رو، شما هم که قرائتتو میگه اونم تعدیل میشه، یعنی سوهانکاری میشه، روغنکاری میشه به قول ما مهندسا. وقتی آهن رو آهن کار میکنه، فولاد رو فولاد کار میکنه، بالاخره داغ میکنه، بالاخره گریپاش میکنه، واسه هم یه قطعه روغن میریزن، دائما هم ادامه میدن و الا نمیشه. گفتگو کفش باز روغنکاریه، یعنی آدما همدیگر رو درک میکنن. من قرائت طرف، من با آقای محمد ریزم هم اینجا مفصل با هم 4 ساعت صحبت کردیم، بالاخره قرائت اونم متوجه شدم. من با حسین کروبی هم 4 ساعت صحبت کردم، قرائت اونم متوجه.